فرمان بعدیمون select and move هستش. خب خیلی مشخصه برای انتخاب و جابجایی اجسام، شورتکاتش W هستش، یا مستقیما روش کلیک میکنیم یا از شورتکات استفاده میکنیم. خب خیلی مهمه که عادت کنید از همون ابتدا حتما با شورتکات ها کار کنید. گزینه select objectمون فعاله، یعنی جسم فقط در حالت select، من یا مستقیما کلیک میکنم یا W رو میزنم، در واقع جسمم در حالت select and جابجایی، select و در واقع move قرار میگیره و من میتونم در محور Y، در محور X و یا در محور Z جسمم رو جابجا کنم. توجه داشته باشید به این محورها گیزمو میگن و شما روی هر محور گیزمو که برید و در حالت انتخاب قرار بگیره، اون محور رنگش تغییر میکنه و زرد رنگ میشه. الان محور X هم فعاله، در محور X میتونم جابجایی کنم، در واقع محور Y و در محور Z. میتونم از صفحات هم استفاده کنم، صفحه مشترک در واقع X و Y الان توی صفحه جابجا میشه، صفحه در واقع Y و Z و توی این صفحه هم جابجاییمون رو میتونیم به همین صورت داشته باشیم. اینکه چطوری یه جسم رو دقیق جابجا کنید در ادامه خدمتتون میگم. مثلا میتونیم توی محور X دقیقاً 1 متر و 20 سانت جسممون رو جابجا کنیم، پس select and move با شورتکات W. گزینه بعدی گزینه select and rotate هستش که وقتی فعالش میکنم گیزموها شکلش تغییر میکنه و آماده میشه واسه چرخش اجسام. شورتکاتش E هستش بچه ها، پس من E رو میزنم، گزینه select and rotate فعال میشه. اینا همون گیزموها، دوباره میتونم محورها رو انتخاب کنم و چرخش رو انجام بدم. اگر توجه کنید ببینید الان محوری که سبز رنگه وقتی که در حالت select قرار میگیره زرد رنگ میشه، در این محور میتونم جابجایی انجام بدم. مثلا محوری که آبی رنگه وقتی سلکته زرد رنگ میشه و میتونم جابجایی انجام بدم. توی صفحات هم میتونم این چرخش رو داشته باشم. دقت داشته باشید بچه ها، اون ابتدا که یه نفر تیر دور شروع میکنه خیلی با این محور ها مشکل داره، یعنی درک نمیکنه که الان روی صفحه هست یا روی محوره. یکم که دقت به خرج بدید موقعی دارید کار میکنید، کم کم دیگه چشم بسته اینا رو انتخاب میکنید. اوکی؟ فرمان بعدی select and scale هستش، انتخاب و تغییر مقیاس با شورتکات R. از شورتکات R که استفاده میکنید جسمتون در حالت انتخاب و تغییر مقیاس قرار میگیره. میتونید جسمتون رو به صورت کلی یا در یک محور خاص و یا در صفحه تغییر مقیاس بدید. قبلا خدمتتون عرض کرده بودم اگر ابزار یه فلش کوچولوی مشکی این پایین داره، یعنی زیر مجموعه داره و من میتونم خیلی راحت از زیر مجموعهش استفاده کنم. گزینه اولش select and uniform، غالب اوقات با همین حالت کار میکنید، به صورت یک نواخت جسم رو تغییر مقیاس میده. حالت دومش select and non uniform scale هستش که خب طبیعتا غیر یک نواخت. و گزینه آخرش select and squash به معنای له شدگی و جسم رو وقتی اسکیل میکنید حالت اگزاجره میگیره. اتفاقی که میفته وقتی شما دارین select and uniform کار میکنید، ممکنه به خودتون بیاید ببینید جسمتون داره تو حالت اسکواش در واقع تغییر مقیاس پیدا میکنه بدون اینکه شما اومده باشین اینجا حالت اسکواش رو انتخاب کرده باشید. شورتکات select and scale R بود. ببینید بچه ها اگر R رو تکرار کنید شکل در واقع اسکیلینگتون تغییر میکنه، به این دقت داشته باشید. خیلی راحت میتونید دوباره بذارید روی یونیفرم و یا مجدد با تکرار R به حالت یونیفرم برسید. قبل از اینکه ابزارهای دیگر رو بخوام خدمتتون توضیح بدم، یه نکته راجع به گیزموها خدمتتون بگم. ببین بچه‌ها این گیزموها اگر خیلی کوچیک باشه کار کردن باهاش راحت نیست، بهتره که با حالت بزرگترش کار کنید. مثبت منفی روی کیبوردتون برای کوچیک بزرگ کردن گیزموهاست. از مثبت منفی قسمت نامبر لاک ها استفاده نکنید، مثبت منفی که کنار کلید بک اسپیستون هست. پس با منفی و مثبت اینا کوچیک بزرگ میشه، حالتش هم فرق نمیکنه، موو باشه، روتیت یا اسکیل، تو تمام حالت ها این عمل کرد داره. نکته دیگه ای هم که باز میتونم خدمتون بگم، از ورژن 14 به بعد X، یعنی شورتکات X کارش سرچ فرمانه، یعنی X رو که من میزنم یه پنجره باز میشه، به طور مثال موو رو سرچ میکنم، الان فرمان موو فعال شد. اوکی؟ فرمان اسکیل فعال بود، سرچ کردم موو رو، اینتر کردم و موو فعال شد. قبل از ورژن 14 12 13 11 10
وقتی شما ایکس رو میزنید این گیزمو هاتون مخفی میشن، اوکی، و با زدن ایکس مجدد برمیگردن. مثل ورژن 14 بالا اینجوری نیستش که این پنجره براتون باز بشه و بتونید توش فرمان سرچ کنید، اوکی؟ این هم در نظر داشته باشید. نکته بعدی که میخواستم خدمتون عرض کنم اینه بچه ها که اگر شما حالتی مثل Select and Scale، Select and Move یا Select and Rotate‌تون فعال باشه که در واقع تغییر مقیاس، جابجایی و چرخش هستش، گفتیم اگر از کلید Q استفاده کنید میشه Select Object تنها، یعنی هیچ حرکتی روش انجام نمیشه، فقط در حالت انتخاب قرار میگیره. اما اگر شما کلید کیوتون رو دائما تکرار کنید، یعنی بعد از اینکه تو یکی از این سه حالت بود کیو رو زدین، مجددا باز هم کیو رو بزنید، متوجه میشید که ببینید شکل کادر انتخابیتونه که داره تغییر میکنه. اوکی، ببینید الان سلکت اند فعال، یه بار که کیو رو بزنم اوکی جسمه شد فقط سلکت آبجکت تنها. اما اگر من تکرار کنم کلید کیو رو، شکل کادر انتخابی تغییر میکنه. الان که رکتنگیولاره، کافی من یه بار کیو رو بیشتر بزنم، حالت سرکیولار میشه، فنس میشه، لسو میشه و حالت پینت، و دوباره خب برگشتم با تکرار مجدد در واقع کیو به حالت سلکت آبجکت. این رو هم به عنوان یه نکته در نظر داشته باشید که کیو رو بعد از این فرمانه یک بار بیشتر تکرار نکنید.